با نهایت تأسف باید اعلام کنیم که بازیگر بسیار جوان سینما و تلویزیون درگذشت. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. بازیار میری کارگردان مشهور سینما و تلویزیون دقایقی پیش با منتشر کردن خبر تأسف باری همه بازیگران سینما و تلویزیون و مردم ایران را شوکه کرد و گفت حسام محمودی بازیگر جوان سینما و تلویزیون متاسفانه در سن 37 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. حسام محمودی که شب گذشته 12 اردیبهشت ماه بر اثر ایست قلبی در منزلش از دنیا رفت، شوک بزرگی بار دیگر به اهالی سینما و تلویزیون وارد کرد. محمودی که این روزها فیلم سینمایی غریب را روی پرده سینماها دارد، نخستین بار با سریال گاهی به پشت سر نگاه کن مزیار میری بازیگری را شروع کرد و با مجموعه گرگ و میش به کارگردانی همایون اسدیان به شهرت رسید. فیلم عطرآلود هادی مقدم دوست در کنار فیلم غریب از آخرین آثار این بازیگر در جشنواره فجر سال گذشته بودند. رومانتیسم امادو توبا، آستیگماتیک، ساده مابر، مرگ ماهی، امروز حق سکوت، مردن به وقت شهریور، شب بیرون و خسته نباشید از دیگر فیلم های سینمایی این بازیگر بودند. روحش شاد و یادش گرامی. اما می پردازیم به بیوگرافی حسام محمودی فرید. حسام متولد 1 فروردین سال 1065 در شهر تهران هستش. این هنرپیشه تلویزیون و سینما هرچند در رشته حقوق تحصیل کرده، اما علاقش به هنر او رو به سمت رشته کارگردانی کشوند و سرنوشت او را تغییر داد. او در رشته کارگردانی تئاتر دانشگاه تربیت مدرس مدرک فوق لیسانس را گرفت و بازیگری را به طور حرفه‌ای با نمایش و تئاتر شروع کرد. حسام محمودی بازیگری را در سال 91 و با بازی در فیلم‌های خسته نباشید و شب بیرون در سینما آغاز و همچنین بازیگری در تلویزیون را در سال 93 و با بازی در سریال گاهی پشت سرت نگاه کن شروع کرد. حسام محمودی در جدیدترین فیلم خودش در تلویزیون در تابستان سال 96 در سریال یحیی بازی کرد و همچنین در سینما در فیلم صد معبر، همچنین فیلم آستیگماتیک در سال 96 بازی کرد و تونست بیشتر دیده بشه. حسام که رابطه بسیار نزدیکی با باران کوثری و نوید محمدزاده داشت، از دید منتقدان از جمله هنرپیشه‌های جوان و آینده دار کشور به حساب می رفت که می توانست آینده‌ای بسیار روشن‌تر داشته باشه. حسام محمودی فرید در سریال لحظه گرگومیش به خوبی تونست تا 50 سالگی خودش رو بازی کنه و این برای یک بازیگر خیلی خاص و ویژه است. او در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود این اتفاق درجه یکیه که کارگردانان شناخته شده ای چون اسدیان و میری و میرباقری بار دیگر به تلویزیون بازگشتند و اتفاق کاملا محسوسیه و خدا کنه که دوره ای و موقتی نباشه. او در ادامه گفته بود به نسبت دوره قبل که دوره خیلی سختی برای همه ما بود، سریال سازی و بازگشت این افراد به تلویزیون اتفاق بسیار خوبیه. اساسا این افراد باید کار کنند، چرا که سیستم آموزشی و کاری برای آنها هزینه کرده و در عین حال افراد کار بلدی هستند. او در ادامه گفته بود به عنوان مثال جزئیاتی که جمشید محمودی برای هدایت بازیگرانش سر صحنه به کار میبره بسیار عجیبه و نمونه اون رو حداقل من ندیدم. یا بعد از مدت ها با کارگردانانی کار کردم که برای هر صحنه‌اش دکوپاژ دارد. همایون اسدیان هر صبح یک نسخه از دکوپاژ رو به تمامی عواملش میده. در چنین شرایطی کار کردن معلومه که اتفاق خوبی برای اون پروژه میفته و حال شما رو به عنوان بازیگر خوب میکنه و در عین حال خروجی آن قابل تحمل خواهد بود.
عصام محمودی مجرد بود و هنوز ازدواج نکرده بود. او هنر پیشه بسیار کم حاشیه‌ای بود که به گفته خودش در یکی از مصاحبه‌هاش در زمان حیاتش گفته بود برای حفاظت از زندگی حرفه‌ایش کمتر به حواشی زندگی شخصی می‌پردازه و از خودش عکس و خبر منتشر می‌کنه. او گفته بود من هم مثل هنرپیشه‌های حرفه‌ای دنیا هر روز ورزش می‌کنم، کتاب می‌خونم تا تسلطم رو روی صحبت کردن بیشتر کنم، حضور ذهن داشته باشم و بتونم شخصیت‌هایی که بازی می‌کنم رو بهتر درک کنم. کوهنوردی و شنا و ورزش‌های دیگر مورد علاقه حسام بود و همیشه اونها را انجام می‌داد. او در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود مثل همه انسان‌ها زندگی شخصی خودم رو دارم، اما به نمایش گذاشتن زندگی شخصی میتونه برام حاشیه درست کنه. به همین خاطر هم این کار رو نمی‌کنم تا بتونم روی کار حرفه‌ایم تمرکز کنم. صفحه اینستاگرام حسام محمودی فر در آخرین مروری که بر پیج اینستاگرامش داشتیم به عنوان پربازدیدترین پست ها از اون منتشر شده. البته هنوز خبر درگذشت حسام محمودی زیاد وایرال نشده و ما به عنوان شبکه خبری جز و اولین کانال های یوتیوب هستیم که این خبر رو برای شما عزیزان متاسفانه منتشر می کنیم. حسام محمودی بیش از 12,000 دنبال کننده در اینستاگرام داشت. هنوز جزئیات تشییع پیکر و مراسم خاک سپاری او منتشر نشده و باید همچنان منتظر موند تا جزئیاتی از مراسم و مکان و زمان خاک سپاری او در واقع منتشر بشه. به احتمال خیلی زیاد حسام هم ماننده سایر بازیگران در گذشته در واقع در بهشت زهرا احتمالاً در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود. این بازیگر جوان سینما و تلویزیون که همه ما در قاب تلویزیون با بازیگری او و ایفای نقش او به خوبی آشنا بودیم، متاسفانه ساعاتی پیش جان خودش رو به دلیل ایست قلبی از دست داد. باشد که بیشتر به فکر سلامتیمون باشیم، با خوردن غذاهای سالمتر و با ورزش سعی بکنیم که بیشتر از هر اتفاق دیگر ابتدا به سلامتی خودمون و سلامت روانمون باشیم تا هر کار دیگری. تسلیت به خانواده حسام محمودی و اهالی سینما و تلویزیون. بسیار متاسف هستیم که این خبر درگذشت آقای محمودی رو برای شما عزیزان منتشر کردیم، ولی کار و حرفه ما حواشی هنرمندان هست و طبق وظیفه و مسئولیتی که داریم این خبر رو برای شما عزیزان منتشر کردیم. لطفاً لینک این ویدیو رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، انگلیس، آلمان و کشورهای مختلف و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانالمون حاشیه مدیا را سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و سعی می‌کنیم از جزئیات مراسم خاک سپاری حسام محمودی فرهم برای شما در قالب یک ویدیوی دیگه ویدیو تهیه بکنیم. تا یک ویدیوی دیگه شب و روز بر شما عزیزان خوش.